فیلم بعدی که در موردش صحبت خواهیم کرد آخرین اثر روح الله حجازیه که در جشنواره نیز به نمایش گذاشته شده و همکنون نیز بر روی پرده سینماست. فیلم سینمایی مرگ ماهی دغدغه تکراری اما ارزشمندی را رو روایت میکنه و اون روابط بین والدین و فرزندانه. مادری که در روستایی شبالی زندگی میکنه و در زمان حیات نگران فرزندان و روابط اونهاست فرزندانی که حتی وقت رسیدگی به مادر رو هم ندارن وصیت میکنه که بعد از مرگ جنازش رو سه روز در خانه نگهداری کنن و بعد از اون به خاک بسپارن تا فرزندان به این بهانه هم که شده دور هم جمع شن و شاید روابط سرد اونها بهبود پیدا کنه اما درگیری فرزندان بر سر چگونگی تدفین مادر مشکلات رو بیشتر کرده و وصیت رو بیارزش میکنه اما از طرفی تا پایان فیلمی معما وجود داره که شاید این وصیت از طرف پرستار مادر بوده تا فرصت کافی برای دور شدن از اون موقعیت رو داشته باشه چرا که مادر نیمی از انوار رو به او بخشیده مرگ ماهی قصه دلچسب و باورپذیری داره اما به دلیل تکراری بودن موضوع اون نمیشه اون رو فراتر از یک فیلم متوسط دونست طراحی صحنه و لباس نورپردازی دقیق و هنرمندانه که به فیلمبرداری کیفیت خوبی بخشیده و بازیهای قابل قبول بازیگران از نقاط قوت این اثر محسوب میشه بازیگرانی چون نیکی کریمی علی مصفا تناز تباتبایی ریما رامیفر سحر شاهی و پنت بهرام در این اثر هنرنمایی می کنند. بریم و با هم لحظه هایی از این فیلم رو در کنار هم تماشا کنیم.